باید سختی بکشم برای رسیدن به کوبس، چیز نه برای تو. آقای کارگردان، من خوابم نمیاد، بیا برام قصه بگو. چیه چی شده فریبرد؟ مگه من بابات شدم برات قصه بگم؟ آقای کارگردان، قصه اون مادری که توی لباسشوی گیر کرده رو بگو. آه اون چیه؟ من بلد نیستم که. بابا مسعود فیلمشو گذاشته بود، من دیدم. بعدش بیاد اونجا رفته بود با هم گیر. خب بابا من نمیدونستم اونجوری بیچاره بودید. مسعود، مسعود کجایی؟ چیه چی شده؟ این چه فیلمی آخه برای بچه گذاشتی؟ کدوم فیلم؟ من که فیلم نمیذارم برای فریبرد، اون عشب برای من فیلم میذاره. اوهون اوهوی کارگرد رو یادم اومد، من توی لپتاپ شما دیدم. اونا کجا بدیم؟ اونا ولش کن. خب از اول بگو قصه میخوای، بیا بشین کنارم برات بگم. عجب گیری کردیم بابا، من میرم بخوابم. نه خیرم، تو هم باید باشی تا قصه رو بگم. خدا بابا من میرم. آقا ما اومدیم، یالا شنیدم ماده آوردیم. من اعتراض دارم. آقا کارگردان میخواد قصه برامون تعریف کنه. آقا جواب منو بدین، شنیدم ماده آوردیم. حالا فعلا قطعی نشده، اگه بچه ها دوست داشتن باشه اضافه میکنیم. پس ماده واسه من چی؟ اونم میاریم همه استفاده میکنیم. آقا مگه زن بدکار آوردی؟ خفه شو، دیالوگ خودم رو برنگردون به خودم. خواهی که دیالوگ من بود؟ نه، این یکی از دیالوگ های قسمت های قبلم بود. آقا کاجدون قصه بگو دیگه، کم کسچر بگو. آره، میگم میشه داستان زندگی خودتو تعریف کنی؟ آخه داستان خرم تعریف کردن داره مگه؟ وای تو واقعا آقای کارگردان نمیشناسی. کفتر ولش کن، این از وقتی چشم باز کرده منو اینجوری دیده، فکر میکنه که من یه خر خسیسم که خیلی پول دارم، ولی اینجوری نی. پدر و مادر من آدم بودن، من وقتی به دنیا آمدم یه بیماری داشتم. متاسفانه بچه شما معلوله و نمیتونه دست و پاشو تکون بده، هزینه این بیماری کمیابم خیلی زیاده. پدر و مادر منم از لحاظ مالی ضعیف بودن و جور کردن این پول براشون خیلی سخت بود. از اون روز هفته ها گذشت، برای اینکه مجبور نباشن زود لباس من عوض کنن به من غذا کم میدادن. چی؟ کم میدادن؟ خفه شو آقای کارگردان، بگو ادامهشو ببینم چی شد. چند سالی گذشت تا یه روز یه مختره جوان در خونه ما رو زد. من یه دارو دارم، میخوام تستش کنم سر بچه شما، احتمالا خوب بشه، یا شاید هم به خاطر عوارض این دارو بمیره و به گا بره. پدر و مادرم که من براشون اصلا مهم نبودم این ریسکو قبول کردم. وای خدایا، یه حیوان بچه‌مونو خورده. دردانه بیداد، این دیگه چه موجودیه؟ هیچ حیوانی منو نخورده بود، بلکه من خودم به یه خر تبدیل شده بودم. اون مختره جوون با اصاره که از یه اصل فلج که خوب شده بود برام یه دارو درست کرد و همون دارو باعث شد که من تغییر شکل بدم. آها، پس به خاطر اینه هی میگی اسب نجات اسب نجات. آقای کجدون، میگم اون آب اسبه نبود؟ خفه شو، پدر و مادرم میدونستن که من تبدیل به یه خر شدم، اما منو بیرون کردن از خونه. من از همون بچگی شروع کردم به کار، ولی کسی به یه حیوان کار نمیداد، هر جا که میرفتم منو بیرون میکردن. امو تو رو خدا بذار من اینجا کار کنم، هیچ جایی ندارم برم بخوابم. ما اینجا خوب به موجودات عجب غریب کار نمیده. تا اینکه یه روز رفتم و رسیدم به آسیاب و با خرهای آسیاب کار میکردم. صاحب اونجا به جای دستمزد دادن به من فقط جای خواب میداد به نامرد، حتی غذای خوبم به من نمیداد. من بچه بودم ولی مثل یه خر کار میکردم. کار کنی بودو بینم، با تو هم کار نکنی خبری غذا نیست. من تا اون موقع آرزوم این بود که مثل یه بچه بزرگ بشم، تا اینکه یه شب یه برنامه تئاتر دیدم. الان میام و نجاتت میدم زیبای من. الان موهایم را برایت میفرستم. یادم نبود شپش گرفتم و کچل کردم، دیگر مویی ندارم. عیبی ندارد، باید سختی بکشم برای رسیدن به کوبس، چیز نه برای تو ای زیبا. خفه شو، الان بلاکت میکنم. میگم مطمئنی تو تاعت همچین چیزایی گفتن؟ دقیقا یادم نیست ولی فکر کنم همچین چیزایی بود. خلاصه
من از اون روز به بعد تمام روز تمرین میکردم. الان میآیم و تو را نجات میدهم. موهایم را برایت میفرستم. وای من که مو ندارم. یا برو ببینم یه خرم مگه اجرا میکنه. برو کار کن تا ننداختمت بیرون. یه سال دیگه به همین منوال گذشت، ولی من بی توجه به گفته های مردم هر روز تمرین میکردم، تا اینکه بالاخره اون گروه تئاتر دوباره به شهرمون برگشتن. منم تصمیم گرفتم برم روی صحنه. به هر سختی که بود تونستم وارد تئاتر بشم و رفتم سر صحنه اجرا. همه مردم به من عجیب نگاه میکردن. گلو زدم به دریا و گفتم الان میام و تو را نجاتت میدهم. توی یک لحظه سکوت همه جا رو فرا گرفت، اما یهو همه زدن زیر خنده و با خودشون میگفتن مگه یه خر اجرا نمیکنه. اونجا بود که انگار آب سردی ریخ روی من. آقای کاجدان، اونا که مردم نبودن، یه مش خر بودن. اونایی که تو راه رسیدن به اهدافت شروور میگن آدم نیستن، خرم خر. و من شروع کردم به فرار کردن و فرار کردم و فرار کردم و با خودم میگفتم خدایا من چه گناهی کردم آخه؟ منو چرا اینجوری آفریدی؟ آقای کاجدان، شما رو چه نیافریده؟ بلا نسبت بلا نسبت ریده. خفه شو فریبرز، میام پارت میکنم ها. اونجا بود که یه فرد کور پیدام کرد و گفت چه صدای عجیب و غریبی داری پسرم، چند سالته؟ اونجا اولین باری بود که کسی از من تعریف میکرد. اون پولدار بود و یه شرکت داشت، ولی اون به کسی اعتماد نداشت، تا اینکه من ماجرای خودم رو بهش گفتم و شدم دستیارش. من حساب و کتابا رو تو اون شرکت در آوردم و دیدم اونجا 3 نفر دارن دزدی میکنن. از اون روز به بعد من مو رو از ماست میکشیدم بیرون و خیلی راحت 3 برابر بقیه کار میکردم. دیگه آخرای عمر اون پیره مرد بود و برگشت به من گفت بیا آرزوی من را برآورده کن و این داستان مرا کارگردانی کن. و من با کمال میل اون فیلم رو کارگردانی کردم و اون فیلم پرفروشترین فیلم زمان خودش رو. وقتی جایزه بهترین کارگردانی رو میخواستم بدن به من ترسیدم که باز به من بخندن، ولی وقتی رفتم که جایزه رو بگیرم کسی به من نخندید و فقط برام دست زدن. نتیجه اخلاقی این قسمت، آره مردم کاری ندارن آشپز چه شکلیه، مهم اینه که غذا خوشمزه باشه. پس اول غذا رو درست کن و وقت خوردن خودتو نشون بده. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله رو روشن کنید. دمتون گرم. فعلا خدا حافظ.